اساطیرنامه، مروری بر تاریخ ایران. اقدامات وحشتناک آقا محمد خان قاجار برای ارضای جنسی خود در حرمسرای قاجار. با سقوط صفویان و از همگسیختگی ایران، سنت حرمسراداری برای مدت نسبتاً طولانی از میان رفت. پس از آن که افغانها، پشتونها بر اصفهان مسلط شدند، چون خود قائل به چنین اسباب و تشریفاتی نبودند، حرمسرای بزرگان صفوی را ویران و از میان بردند که در رأس آن حرمسرای افسانه‌ای شاه سلطان حسین با بیش از 1000 زن صیغه‌ای، کنیز و خدمتکار بود که به دستور محمود افغان منحل گردید. پس از نادر و در عصر زندیه نیز حرمسرایی به وجود نیامد و کریم خان زند که با لقب وکیل الرعایا حکم میراند، بجز همسر قانونی و تعدادی خدمتکار و محبوبه، سودای دیگری در سر نداشت. اما با طلوع دولت قاجارها توسط آقا محمد خان، حرمسراها دوباره تشکیل شد و از شاه گرفته تا درباریان، هر آن که دستی به دهان میرساند برای خود مجمعی از زیبارویان فراهم ساخت. آقا محمد خان که در نوجوانی از مردی ساقط، خواجه و مقطوع نسل شده بود، در این عرصه تشنه‌تر از سایرین بود و در زمان خود گوی سبقت را از همگان رو بود. آقا محمد خان که حتی توانایی مجامعت با مرغی هم نداشت، برای خود حرمسرایی بزرگ از زنان زیبا و ماهرو ترتیب داده بود. او چون قادر به کامگیری از زنان نبود، با روش‌هایی که به اعمال سادیستی شباهت داشت، این بیچارگان را عذاب و شکنجه می‌نمود. آقا محمد خان با مضروب و خونی ساختن باسن زنان به وسیله شلاق، گاز گرفتن و زخمی نمودن پستان زنان، ضربه زدن و فرو کردن اشیاء مختلف و اندام‌های جنسی زنان و دیگر اعمال خشونت‌آمیز، اقدام به ارضای تمایلات بیمارگونه خود می‌نمود. پیداست که زندگی در چنین حرمسرایی بیشباهت به دوزخ نبوده و زنان بخت برگشته در حرمسرای وی متحمل چه درد، رنج و عذابی شدند. همراهان گرامی اساطیرنامه، سپاسگزاریم که تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید. اگر از این ویدئوی تاریخی خوشتون اومد، حتما لایک کنید و نظر خودتون رو درباره اقدامات بیمارگونه آقا محمد خان قاجار، شاهی که اخته شده بود، با زنان رو برامون کامنت کنید. همچنین اگه به مطالب تاریخی علاقمند هستید، اساطیرنامه رو از دست ندید و با زدن دکمه سابسکرایب ما رو همراهی کنید.